با توجه به پیروزی‌های بزرگ ملت ایران در عرصه‌های مختلف، صدای ملت ایران این بار از همه مواقع رساتر بود. این صدا رو میگی؟ آقای رئیسی همچنین از سوغاتی فرهنگی خود از این سفر گفت. الواح دوره هخامنشی 3500 لوح با خودمون آوردیم. خب دیگه بجز منابع طبیعی و گونه های جانوری و منابع ملی و آثار باستانی که تا الان داخل کشور بودن، زین پس باید نگران این 3-4 هزار تا لوح هم باشیم، چون جاشون دیگه اصلا امن نیست. الان یحتمل تو وزارت میراث فرهنگی زرقامی دوره همشون روزنامه باطله پیچیده گذاشته چون تو جانونی. رئیس جمهور در جمع نخبگان استان خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز کشور در همه حوزه‌ها در حال پیشرفت است. خیلی مغز داره، صبح و ظهر و شبم با نخبگان و دانشمندان و اندیشمندان جلسه داره. ببخشید میشه من یک بار دیگه چهره این نخبه‌های عزیز خراسان رو ببینم؟ خب حله، هیچی. آقای رئیسی با اشاره به مشکلات کشور گفت باور داریم که راه حل مشکلات در داخل کشور است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده حتما این مشکلات حل شدنی است. این چه جور مشکلاتیه که راه حلشون همه در داخل کشوره ولی علت چون همه بیرون از کشور تو آمریکا و اسرائیل و اروپا است؟ حالا اصلا راه حلی که میگه چیه؟ انهدام حوزه علمی قم؟ و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سطح کل کشور در بهار امسال به بیش از 60% رسیده. حالا این شاخص فلاکت بود، دیگه نکبت و کثافت و حقارت و رذالت و حماقت هم که دیگه شاخص نداره. همین یه نگاه کنین به اطراف می‌فهمین چه خبره. این پیشرفتی که پرپکان میگه منظورش همیناست.